سلام به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. یک روز بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد به نیروهای نظامی کشورش دستور داده در صورت به گفته او مزاحمت به قایق‌های ایرانی در خلیج فارس شلیک کنند، فرمانده سپاه و وزارت خارجه ایران گفتند به چنین اقدامی پاسخ متناسب می‌دهند. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که یک ماهواره نظامی به مدار زمین فرستاده که آمریکا را به واکنش واداشته، چرا که واشنگتن میگوید تکنولوژی پرتاب چنین ماهواره‌ای همان است که میتواند در پرتاب موشک‌هایی با برد بالا و کلاهک هسته‌ای به کار ایران بیاید. همه اینها در حالی که دو کشور درگیر بیماری کرونا و عواقب آن در خاک خود هستند. نه تنها نگرانی از سلامت عمومی، که حالا بحث ضربه‌ای که به اقتصاد دو کشور خورده باعث شده به نظر برسد که هر دو باید اولویت‌های دیگری به جای خط و نشان کشیدن برای هم داشته باشند. امشب میپرسیم این دوره تازه خط و نشان به چه منظوری است؟ بحث کرونا و امنیت ملی چطور به هم گره خورده؟ در برنامه فعلا سه مهمان داریم: حسن اسدی زیدآبادی، پژوهشگر حقوق بین الملل از تهران با ما، آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، و فاطمه امان، تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای آرامش، بذارید از شما شروع بکنم. در مورد این ماهواره نور که گفته شده که در مدار زمین قرار داده ایران سپاه پاسداران، آمریکا هم به همون میزان سری عمل میکنه و اطلاعات نمیده که سپاه پاسداران ایران در این باره اطلاعات نمیده. فکر میکنید که اصلا این ماهواره برای چی ارسال شده؟ چه فایده‌ای برای ایران داره؟ چرا آمریکا اینقدر در موردش سری عمل میکنه؟ اون چی که ایالات متحده میخواهد به عنوان دانش بروز بده، از طرفی هم خب بالاخره در بروز دادن اون دانش و در به قول معروف اعلام کردن آنچه که میداند یه مقداری سعی میکنه و تمندینه میکنه به دو دلیل: یکم، طرف مقابل هیچ وقت نمیخواد بفهمه که شما چقدر اطلاعات دارید، چون موقع در حد اطلاعات شما و حد جمع‌آوری اطلاعات شما رو بهش میگن method و sources، یعنی راه‌ها و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات شما رو میتونه هم بفهمه، همین که بدونه که قابلیت‌هاش چطور هست. دوم، این تلقی رو همیشه به طرف مقابل میکنه که بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم ما میدونیم. به خاطر همین اگر مثلا در مورد مسئله هسته‌ای یا مسئله موشکی یا در مورد این ماهواره عرض کنم به حضور شما نور و این موشک قاصد که این رو به مدار برد، ایالات متحده اگر اطلاعاتی و دانشی هم داشته باشه که حتما داره، اون رو به صورتی منتشر و درج خواهد کرد که بر اساس اون عرض کنم به حضور شما منافع کوتاه مدت تبلیغاتی، نه اینکه تبلیغاتی ولی بر اساس یعنی اینکه اون در اون مقطع میخوان چه پیغامی رو به مخاطب برسونن، ولی اینکه بیان بگن که تماما و کلا و جامع و مانع چه میدونن، این از طرفی هم نقض یک سری پروتکل های امنیتی است که شما طرف مقابل بگویید که دقیقا چه میدونید و چه جوری این اطلاعات و عرض کنم بودو شما اینا عکس کردید. اساسا چنین ماهواره هایی به چه درد میخوره؟ آیا ایران با ورود به این حوزه به یک حوزه استثنایی وارد شده؟ ماهواره های نظامی استفاده های مختلف دارد. ببینید اتفاقا اکثر ماهواره های در دور مدار زمین هم تا مدتی اصلا نظامی بودن. البته الان از تعداد اونها دقیقا خبردار نیستم و خیلی موقع اطلاعات و این اعداد ارقام کاملا طبقه بندی شده است، ولی تا مدت‌های زیاد اکثریت قریب به اتفاق این ماهواره ها نظامی بودن، چون شرکت های خصوصی و بالاخره همین برنامه هایی که از طریق تلویزیون به صورت ماهواره پخش میشه، اینها همه ماهواره های تجاری هست. کمپانی های تجاری و اشخاص یا کمپانی ها نه قدرت، نه فناوری و نه نیاز داشتن برای استفاده از ماهواره، تا اینکه در این 30-40 سال اخیر استفاده از فناوری های مختلف توسط غیر نظامی ها هم بیشتر بیشتر شد. کلا ماهواره نظامی چند تا هدف مختلف دارن، بستگی به نوعش و بستگی به کشورش، ولی یکی از نمونه های بزرگی که به ذهن میاد مسئله رصد هست، اینکه ماهواره بتونه رصد بکنه، عکس برداری بکنه. این ماهواره مخابراتی داریم، ماهواره هستن که بین ماهواره‌های دیگه ارتباط برقرار می‌کنن. از طرفی ماهواره‌های هدایتی داریم، ماهواره‌ای داریم که هدایت می‌کنن نه فقط عرض کنم بزرگ شما حرکت و
و تحرکات ماهواره یا ادوات دیگر رو، بلکه میتونن اینها رو به صورت کاملا عرض کنن بزرگ شما خیلی ریز و جزئی ادوات رو هدایت بکنن. ماهوارها استفاده های مختلفی دارن. ماهواره‌ای که جمهوری اسلامی به آسمان پرت کرده باز هم دقیقاً به خاطر اون ابهامی که دورش هست، هم از طرف حکومتی که اون رو پرت کرده و هم از طرف حکومت‌هایی که با اون مشکل دارن و دقیقاً نمیگن، معلوم نیست که دقیقاً از چه نوعی هست. ولی اون چیزی که ایالات متحده و متحدینش رو خیلی حساس کرده فقط صرف ماهواره نیست، صرف این هستش که اون موشکی که تونسته این رو به مدار ببره میتونه از به عنوان به قول معروف اون استفاده‌ای بشه که جمهوری اسلامی برای توسعه و توسعه موشک‌های بالستیک و قاره‌پیمای خودش استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی میگه که تحت لوای و فرستادن ماهواره به فضا، همون کاری که کره شمالی کرد، همون کاری که کشور دیگه کردن، موشک‌های طولانی مدت و بلند پرواز خودش رو تحت قائم کردن و پشت اون پرده دارد گسترش میده. بله، این ادعایی هست که آمریکا مطرح میکنه. به همین دلیل هم دیروز خانم اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکا به دنبال این هست که این پرونده رو ببره به شورای امنیت سازمان ملل، که حالا در ادامه برنامه راجبش صحبت میکنیم. نظر خانم امان رو هم بدونیم. خانم امان، چقدر فکر میکنید که به لحاظ امنیتی برای ایران مهم هست که وارد یک همچین حیطه‌ای بشه؟ ما میدونیم که قبل از ایران کشورهای دیگه‌ای که صحبت میشه که از این ماهواره‌ها دارن، همونطور که آقای آرامش گفتن، خیلی بیشتر در واقع سری هست اطلاعات در مورد این، ولی میدونیم آمریکا، روسیه، چین و هند سابق بر این روشن شده که اینجور ماهواره ها رو دارن، ماهواره های نظامی و ماهواره هایی که به قول معروف جی پی اس و هدایت کننده هستن. برای ایران چقدر اهمیت داره به لحاظ امنیتی ورود به این باشگاه؟ خب اجازه بدید من وارد به اصطلاح جزئیات تکنیکی نشم، برای اینکه کارشناسش نیستم واقعا. تنها چیزی که میتونم خدمتتون بگم اینه که مقطع زمانی انتخاب شده برای این کار بدترین مقطع زمانی ممکن بود. ببینید الان کشورها دارن باز تعریف میکنن امنیت ملیشون رو و به اصطلاح راههایی برای سمنت کردن امنیت ملیشون. الان در کشوری مثل ایالات متحده که به طور به اصطلاح هزینه های نظامی و وزارت دفاع سرسام آوره، با یک مشکلی مواجه شده که دیدن هیچ کدوم از اینا نه دستگاه تنفس مصنوعی میشه، نه ماسک میشه، نه دارو میشه و نه واکسن میشه، در شرایطی که کشور به اصطلاح درگیر یک بحران بهداشتی کنونی. به همین صورت در مورد ایران هست. الان مسئله امنیت ملی دیگه به اصطلاح موشک و حالا گسترش صنایع نظامی نیست واقعا، ولی خب مقطع زمانی ممکن هم به این دلیل عرض کردم خدمتتون بسیار شاید نادرسته، از این جهت که به نظر میاد بخشهایی از این حاکمیت برای ادامه موجودیتشون به بحران نیاز دارن واقعا. الان شرایط خیلی حساس و بحرانی هست در منطقه خلیج فارس. آمریکا الان درگیر بحران‌هایی هست که بعید نیست به اصطلاح آقای ترامپ مجبور بشه دست به برای گسترش محبوبیت خودش به کارهایی دست بزنه که شاید در نظر نداشته. و به نظر من مقطع زمانی واقعا اگر احتمالا حساب شده بوده، ولی بسیار بحث برانگیزه. آقای اسدی زیدآبادی، من قبل از اینکه وارد بحث‌های تحلیلی سیاسیش بشم یه سوالی از شما می‌کنم. این که خانم اورتگاس میگه که ایران با شلیک در واقع این موشک و قرار دادن این ماهواره قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته، شما کارشناس قوانین بین المللی هستید، به نظر شما این درست هست یا نه؟ ببینید به طور کلی که ما میدونیم که کشورها حق دارن که برای مسئله دفاعی خودشون تجهیز بشن و آزمایش بکنن به هر حال و توسعه بدن. حالا اینکه ایران چه در این موقعیت به هر حال لازم داره اینکه آسمان خودش رو وقتی که در یه منطقه‌ای هست این رو باید انجام بده یک بحث دیگه است. اما همونجور که فرمودید، اما در مورد ایران شورای امنیت در دوره در واقع قبل از اینکه به توافق برجام برسیم در قطعنامه 1929 ایران رو محدود کرده بود و از سایر کشورها خواسته بود که هیچ گونه همکاری با ایران نداشته باشند در راستای یک طیف عظیمی از فعالیت‌های طیف وسیعی از
فعالیت‌هایی که در واقع فعالیت‌های موشکی بود، اما خب اونجا خیلی هم در واقع ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هم بود که میدونیم در واقع قدرت اجرایی سازمان ملل هست. در قطعنامه 2231 که در قطعنامه‌ایه که برجام هم زمینه اون هست، اونجا در یکی از پیوست‌هاش این در واقع محدودیت و ممنوعیتی که برای ایران در قطعنامه 1929 ذکر شده بود این کاهش پیدا کرده و به یک در واقع لحنی رسیده از فعلی استفاده شده که البته محل بحث هست، اما به هر حال اون ایران لااقل معتقده که این یک توصیه است. و البته اینی که صرفاً در اونجا هم اون توصیه‌ای هم که به ایران شده و در واقع درخواست شده از ایران اون هست که ایران در حوزه موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح‌های مثلا سلاح هسته‌ای دارن، در واقع قابلیت حمل سلاح دارن، موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح دارن فعالیت نکنه و این رو محدود کرده برای ایران. اما خب می‌دونیم که قبل از اون این ممنوعیت وسیع‌تر بود و در واقع قطعنامه 2231 این ممنوعیت رو به نوعی برداشته و عموم کسانی هم که در واقع نظر دادن در مورد قطعنامه 2231 که در واقع قطعنامه‌ای هم هست که بسیار نوآوری‌هایی درش هست و تفسیرهای متفاوتی از اون میشه، ولی عموماً این به سمت این هست که ایران با یک فرمان قطعی نیست، مخصوصا توجه بکنیم که این قطعنامه ذیل فصل 7 نیست و ذیل ماده 25 تصویب شده. یعنی چی ذیل 7 نیست و ذیل ماده 25؟ ببینید ما در جامعه بین‌المللی کوتاه بتونید توضیح بدید، تنها مرجع قدرتی که داریم که میتونه اعمال قدرت بکنه و در منازعه میان دولت‌ها شورای امنیت هست. شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل متحد که در واقع مورد قبول همه هست، ماده 25 صرفاً در این حد هست که از همه دولت‌ها میخواد که به تصمیمات شورای امنیت پایبند باشد. اما در فصل هفتم که اون چند تا قطعنامه قبل از برجام ایران طبق اونها تحریم شده بود و ممنوعیت‌های براشون وضع شده بود، اون جایی هست که شورای امنیت تخطی از دستوراتش میتونه منجر به این بشه که جوازی و مشروعیتی فراهم بکنه برای استفاده و توسل به زور علیه کشوری که به هر حال تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی. متوجه شدم. در مورد 2231 مقدار بیشتر صحبت بکنیم، برای اینکه این 2231 قطعنامه ای هست که این روزها، یعنی ماهای اخیر زیاد از مقام های آمریکایی هم در موردش میشنویم، به خاطر اینکه یک بند اون این هست که در پایان در واقع تا حدود 6 ماه دیگه ایران میتونه امکان این رو داشته باشه که خرید و فروش اسلحه بکنه، که میدونیم که مثلا آقای پامپا قبلا راجبش صحبت کرده، مقام های اسرائیل صحبت کردن و خیلی نگران این هستن. فکر میکنید که خیلی ها الان مدعی هستن که این کاری که ایران کرده ممکنه به آمریکا این امکان رو بده که با این حربه بره به شورای امنیت و اون 2231 رو در واقع کلم یکن بکنه؟ نظر شما چیه در این باره؟ ببینید، در رابطه با بحث در واقع خرید و فروش سلاح بعد از این نکته است که در برجام ذکر شده و یک زمان بندی داره و بلافاصله بعد از برجام تا جایی که در خاطرم هست خرید و فروش سلاح‌های متعارف با ایران ممنوعیتش محدودتر شد، در واقع کاهش پیدا کرد و ایران میتونه که این خرید و فروش‌ها رو انجام بده. این محدودیتی که الان در حال حاضر به هر حال وجود داره و دوره زمانی هم داره همونجور که شما گفتید، در رابطه با موشک‌هایی هست که قابلیت سلاح حمل سلاح اتمی دارن و این رو در واقع میدونیم که این البته ممنوعیت دوره ممنوعیت نداره، این همیشگی خواهد بود. چرا؟ اینکه خب ایران اساسا خودش قبول کرده که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این چیزی که در MMPT هم بهش
متعهد هست فارغ از این برجام و غیره. صحیح. و البته نکته ای که باید توجه بکنیم اینه که حالا ما دیگه در دوره پسا برجام قرار داریم و این نگرانی ها مال دوره‌ای بود که برجام این وسط بود و میشد در رابطه با اون این اظهار نظر و تفسیرها رو کرد. الان در شرایطی که ایران مواجه هست با یک تحریم هایی از سوی ایالات متحده که یک جانبه است اما فراگیره و مؤثر خیلی از کشورها با اون همراهی میکنن، خب ایران میدونیم که شاید قطعات ساده مثلا ماشینالات هم نتونه خرید و فروش بکنه دیگه. حالا در این شرایط اینی که ما فرض بکنیم که ایران بخواد حتی اگر محدودیت شورای امنیت هم برداشته بشه بخواد یه همچین معادله کنیم، فرض بعیدیه. و اینکه خب از طرف ایران هم اعلام میکنه که صحیح. مثل خیلی از کشورها اعلام میکنه که یک صنعت داخلیه و تکنولوژی داخلی اساسا نیازی نداره که تو این حوزه که حوزه بالاخره خاص و امنیتی هم است با کسی همکاری بکنه. بله. آقای آرام، شما معمولا واکنش های دولت آمریکا رو به این جور مسائل امنیتی و نظامی لحظه به لحظه دنبال میکنید. به نظر شما واکنشی که آمریکا در قبال این در واقع ماهواره و همینطور در قبال نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه به ناوهای آمریکایی داشت چطور بوده؟ برنامه و سیاست دولت آقای ترامپ فشار حداکثری بوده و هست. این فشار حداکثری از آمدن به کاخ سفید شروع شد، از همون هفته های اول که مشاور امنیت ملی اول آقای ترامپ و سپاه بود فلن که یک 19 پیشوزی هم در مقام مشاورت امنیت ملی نبود ولی اون موقع گفت من به ایران اخطار میدم، از همون موقع شروع شد و بعدم کشیدن بیرون از برجام. از لحاظ قانونی اگه بخوایم نگاه کنیم چه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشه چه نباشه، چه همراهی بسیاری از کشورهای دیگه باشه نباشه، بنای دولت ترامپ فشار بیشتر است به جمهوری اسلامی. حالا این رو چه میخواهند در این مقطع درست تحلیل بکنیم یا غلط، یا به عنوان امری نکو یا مذموم، یا به عنوان امری که بالاخره میتونه از این کار گره بکشاید یا اینکه نه بیشتر به گره ها بیفزاید، ولی در مجموع این سیاست دولت آقای ترامپ به خصوص با این تیمی که الان دور و برش هستن، وزیر خارجه آقای پامپئو و وزیر دفاع آقای اسپر، به خصوص آقای پامپئو و به خصوص اون تیمی که در شورای امنیت ملی در خود کاخ سفید هستن، تیمی هستن که با فشار حداکثری و حتی بیشتر از اون بر جمهوری اسلامی موافقن. این که الان این فرستادن ماهواره و این موشکی اون هم کرده به مدار، قبل از اونم تحرکات مختلف نظامی و میلیشیایی جمهوری اسلامی در منطقه از طریق گروه‌های نیابتیش در عراق، در لبنان، در بحرین، در یمن، در سوریه، در حتی در افغانستان و آب‌های خلیج فارس، و در مجموع این افزایش تنش‌ها از دو طرف، از طرفی اعمال تحریم های جدید، خروج از برجام از طرف ایالات متحده، از اون طرف ایجاد تنش و بالا بردن به قول معروف با کشیدن بالای اون پیچ آتش زیر دیگه تنش ها توسط جمهوری اسلامی، به یک مسیری دارد می رود که اگر دو طرف بیشتر از خود خیشتنداری نشان ندند ممکنه این مسیر به یک حالت تصادف شاخ به شاخ باشه. نمونه هم که میخوام خدمتتون عرض کنم، همین در یک کمتر از یک سال پیش، یا بگویم حدود یک سال پیش، اتفاقاتی که در منطقه افتاده باعث تشدید این تنش‌ها و آقای آرامش الان در شهر ما به هر حال این رو در یه اتفاق جهانی افتاده که تقریبا همه چیز رو تحت شعاع خودش قرار داده، در اوضاعی که هم ایران هم آمریکا درگیر مسئله کرونا هستن، به جدیت هر دو کشور دچار مشکلات عمده و عدیده هستن، این به نفع کاخ سفید هست که در این زمینه به این شکل عمل بکنه. خب چون یک همچین پدیده پیش آمده و یک بیماری واگیردار و کشنده‌ای در سراسر جهان پخش شده، این دلیل نمیشه که یک رئیس جمهور یا یک دولتی سیاست‌های خودش رو عوض بکنه. حالا میگم این سیاست‌ها میتونه درست باشه یا غلط. ببینید در سال 1918 هم که اون آنفولانزای اسپانیایی به قول معروف تمام دنیا رو گرفت و کلی رو کشت، وسط جنگ جهانی اول بود، کشورها آنچنان سیاست‌های خودشون عوض نکردن. جنگ جهانی اول 1919 تموم شد. در مجموع حالا بروز یک همچین اتفاقات برای چی عجیب به نظر میرسه؟ برای اینکه از این طرف آقای ترامپ میاد و میگه که ما حاضریم به ایران دستگاه تنفس مصنوعی بدیم. خیلی از مقامات دیگر آمریکایی اومدن در این مدت گفتن ما حاضریم که کمک کنیم، کمک‌های بشردوستانه و غیره. رهبر ایران گفته ما اصلا شک داریم به اینها، این کمک‌ها رو هم هرگز قبول نمی‌کنیم و نمی‌خوایم. اون یه بحث دیگه‌ای. ولی
دوگانگی نمیبینید در اینکه از یک طرف تهدید، از یک طرف ما کمک بشر دوستانه میکنیم؟ این ویژگی دیپلماسی و ویژگی سیاست خارجی آقای ترامپ هست در قبال ایران. از طرفی آقای پامپئو، ببینید خب خیلی به صورت فعالانه آقای پامپئو به وزارت خارجه و خانم اورتگاس توییت میکنن، خیلی فعالانه آقای ترامپ حتی به فارسی توییت زده، یعنی اینها به از طرفی اون ابراز علاقمندی به کمک به مصدر مسائل مختلف، حالا میخواد فرستادن دستگاه تنفس باشه یا میخواد کمک های دیگه باشه به غیر از کمک های نقدی، ولی از اون طرف هم ایجاد و اعمال فشار مضاعفه. به صورت خیلی کلی عرض کنم، یعنی آقای پامپئو وزیر خارجه سالهای سال چه موقعی که نماینده مجلس بود، بعدم که شد رئیس سازمان سیا، سازمان اطلاعات امنیت آمریکا، ولی به خصوص موقعی که نماینده مجلس بود و خیلی روشن‌تر صحبت می‌کرد، عملا رئیس خودش بود، کاملا با تغییر رژیم در ایران موافق بود و خیلی از همتیمی‌های ایشون هم که الان در وزارت خارجه هستن با تغییر رژیم و تغییر نظام موافقن. آقای ترامپ هم از داخل قلبش کسی خبر نه، خب ایشون از طرفی قول داد که دخالت‌ها و حضور نظامی و حضور ایالات متحده در خاورمیانه کمتر بکنه، به خاطر اینکه چیز زیادتری به غیر از ضرر ندارد. از طرف دیگری ولی قول‌های انتخاباتی داره و خودش هم خیلی مصمم است که مثلا برجام رو پاره بکنه، یعنی که جلوی جمهوری اسلامی وای. و نکته سوم فقط مسئله نحوه برخورد ترامپ و افراد دور و بر ترامپ نیست، متغیرات و فاکتورهای میدانی که عوض میشه به خاطر تحرکاتی که رژیم در منطقه میکنه، به خاطر تحرکاتی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بعضا فراتر از خاورمیانه، این بعضا نیازمند به پاسخ هست. حالا این پاسخ بعضی موقع در صورت تحریم، بعضی موقع به حرکت نظامی و کشتن مثلا قاسم سلیمانی می انجامه، بعضی موقع هم پشت پرده است با هم دیگه ذره خورد دارن و صداش در نمیاد. حالا نمیگم اینها درست است و این واکنش ها درست یا غلط، ولی در مجموع دو تا نظام داریم، یکی جمهوری اسلامی، یکی ایالات متحده، که در منطقه خاورمیانه از لحاظ منافع ملی شد، نه منافع یعنی منافع نظام جمهوری اسلامی به منافع ایالات متحده آمریکا، سر تضاد شاخ به شاخ است. حالا از به طرق مختلف همونطوری که آقای اوباما سعی کرد، میشه از این تصادف جلو به جلو تا حد جلوگیری کرد یا شدتش رو کمتر کرد یا خسارتش رو کاهش داد، ولی به خاطر اینکه به صورت به خیلی پایه‌ای منافع نظام جمهوری اسلامی و منافع ایالات متحده در منطقه متضاد هم هستن و از اون طرف جمهوری اسلامی و سردمداران اون ایالات متحده و استکبار رو به عنوان بزرگترین دشمن خود میدونن، این مسائل و این به قول معروف فشارها و کما یکی از به نظره که میخکوبیدن فقط جلوی کمتر شدن درد و خونریزی است، ولی مشکل هنوز همونجا هست. بله. و این هم تغییر آنچنانی در سیاست های آقای ترامپ نخواهد داشت. خانم امان، شنیدید آقای آرامشی میگن در جنگ جهانی اول هم آنفولانزای اسپانیایی بود، جنگ ادامه پیدا کرد، ولی به هر حال 100 سال گذشته، خیلی سیاست ها عوض شده بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی از قوانین در دنیا گذشته شد، حتی برای جنگیدن ما قوانین داریم الان. آیا در یک موقعیت این چنینی هنوز هم همون قوانین سابق بر سیستم‌های امنیتی در همه جا برقرار هست؟ شما با نظر آقای آرامش موافق هستید که تیم امنیتی آقای ترامپ منطقاً نمیتونه اصلا برنامه‌اش رو عوض بکنه، با همون در واقع دنده‌ای که میرفته حرکت میکنه؟ به نظر من یک نکته خیلی مهمی هست که به جمهوری اسلامی بعضاً نادیده میگیره و اون یک به اصطلاح مشخصه بارز دولت آقای ترامپ و غیر قابل پیش بینی بودن آقای ترامپ هست. این رو به نظر این یک فاکتور خیلی مهم و اضافه هست بر آنچه که میان رابطه میان ایران و آمریکا میگذره. ضمن موافقت با آقای دکتر آرامش، این نکته رو فقط بگم که ببینید الان یک همگیری، یک پندمی در قرن 21 اساساً اجزاش بسیار متفاوت بود با آنچه که در سال به اصطلاح در پایان جنگ جهانی دوم، در بحبوب جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. ببخشید 1918. بله بله. حالا این جهانی شدن اساساً ببینید در فاصله زمانی کوتاه و در فاصله زمانی که بسیار کوتاه بود و به غایت
به اصطلاح مؤثر بود در پخش و تلفاتی که در پخش این بیماری و تلفاتی که متحمل شد دنیا. همیشه در یک حادثه، حالا این یک پاندمی جهانی بود، ولی فرض کنید بعد از 11 سپتامبر هم یک نهادهایی در آمریکا ایجاد شد که به طور مثلا نهادینه شدن، اصلا مثل همون مرکز ملی مبارزه با تروریسم، برای اینکه اومدن برای اینکه آمادگی قرار بدن، برای اینکه فکر نکنن دوباره این اتفاق افتاد. و اتفاقا به خارج از مرزهای آمریکا، در خارج از مرزهای آمریکا هم این نهادها تأسیس شدن. حالا یک واقعه کرونا هم اساسا احتمالا این جهان رو تغییر خواهد داد. مثلا اشاره جالبی کرد خانم امام، برای اینکه من همین دیروز پریروز یک مصاحبه در بی بی سی انجام شده بود با رئیس سابق مای 5 که همین چند ماه پیش جاش را عوض کرد، صحبت این بود که آیا اینطور نبوده که در واقع سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی جهان زیادی خرج نگاهشون به تروریسم بوده و یه چیزهای مهمتر دیگه‌ای رو نادیده گرفتن، مثلا همین قضیه اپیدمی‌های جهانی که میتونه خیلی خطرناک‌تر باشه، گاهی تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر باشه. بله، ببینید اتفاقا خیلی نکته مهمی اشاره کردید. بذارید به عنوان مثال خدمتون بگم، در سال 2010، یعنی 2 سال بعد از اینکه آقای اوباما انتخاب شده بود، بودجه وزارت دفاع 180 میلیارد دلار سالانه بود. وقت بودجه مرکز مبارزه با پاندمی و بیماری همگیری‌ها 2 میلیارد دلار بود. بعد سال گذشته کنگره آمریکا بیش از 700 میلیارد دلار بودجه صنایع نظامی و دفاع آمریکا رو تصویب کرد. بودجه CDC، مرکز کنترل پیشگیری از بیماری، فقط 7 میلیارد دلار بود. احتمالاً جهان پس از کرونا این زوایا تغییر خواهد کرد. ابعاد به اصطلاح امنیت ملی احتمالاً باز تعریف خواهند شد و میشه پیش بینی کرد که به اصطلاح چیزای اقداماتی شروع بشه، ابتکارهای انجام بشه برای اینکه به اصطلاح این رو بخشی از امنیت ملی کشورها بکنن، آمادگی در مقابل این همکاری بین المللی به اصطلاح پنهانکاری نکردن. و این واقعا الان به عده زیادی این رو زیر سوال بردن که جه نظامی هنگفت الزاماً کشور رو در مقابل همه خطرها محافظت نخواهد کرد. آیه آرامش، قبلا راجع به همین بارها صحبت شده بود، مثلا سرمایه‌ای که کشورها هزینه سلاح هسته‌ای می‌کنن، در حالی که همه تقریبا می‌دونن که خیلی بعید هست که هیچ کشوری بعد از هیروشیما و ناگازاکی بخواد که از این استفاده بکنه. فکر می‌کنید چرا هنوز هم که هنوز مهمترین بودجه کشورها بودجه‌های تسلیحاتی هست، بیشتر هزینه‌های کشورها بودجه‌هایی که برای امنیت نظامی صرف میشه، نه دلایل مسائل دیگر امنیتی مثل مثلا مبارزه با بیماری‌های اینچنین؟ ذکر بودجه نظامی و گفتن این برای مثلا تولید تسلیحات هسته‌ای البته تمثیل خوبی نیست. کشورها بودجه های نظامی بسیار گسترده‌ای دارن برای دلایل مختلف. مثلا به وزارت دفاع ایالات متحده بودجه هنگفت نظامی که داره قسمت بسیار زیادیش داره همین لابراتوارهای شفاخانه ها، بیمارستان ها و لابراتوار آزمایشگاه های مختلف نظامی تحقیقاتی استفاده میشه. فقط بمبسازی و ساختن تانک و توپ نیست. از بودجه وزارت دفاع حدودا 70% بودجه کل اطلاعاتی مملکت در وسط وزارت دفاع کنترل میشه. تنها سازمان اطلاعاتی امنیتی ایالات متحده که زیر وزارت دفاع نیست، یکی از سازمان های بزرگ که میگم اون CIA هست، ولی سازمان های دیگه امنیتی اطلاعاتی که قسمت های بهداشتی درمانی و جلوگیری از پندمیک و اپیدمیک هم دارن همه زیر وزارت دفاع. ولی چند درصد هزینه هاشون هست؟ چقدرش هزینه اینا طبقه بندی شده هم هست. یکی از بزرگترین هزینه های نیروهای نظامی ایالات متحده هم توپ و تانک و مسلسل نیست، هزینه های پرسنلشون هست. بالاخره خب در ایالات متحده باید به دلار حقوق بدید و موقعی که شما 4.7 میلیون افراد دارید که به صورت مختلف در یونیفرم هستن، اکثرا البته در خدمت رزرو، و از اون طرف هم حدودا چند میلیون دیگه دارید به صورت پرسنل غیر نظامی که در کارهای مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم خدمت میکنن، این خود حقوق اینها و دادن بهداشت و درمان به اینها یک هزینه هنگفتی است که مثلا خب در چین خیلی ارزان‌تر در میاد یا مثلا در یمن خیلی ارزان‌تر در میاد چون به دلار نمیدن. این نکته اول. نکته دوم بودجه تحقیقاتی است و سوم بله بودجه تسلیحاتی است. بالاخره تا
تسلیحات جدید و فوق مدرن هزینه داره. هواپیمای F-35 خیلی هزینهش بیشتر هست تا مثلا هواپیمای میگ 21 تولید 1961. و از اون طرف هم داشتن همچین تسلیحاتی صرفا باعث کمبود امنیت نیست، اتفاقا با داشتن نه تنها پیشرفته ترین تجهیزات نظامی بلکه با داشتن بیشتر پیشرفته ترین تکنولوژی و اون فناوری های نظامی و غیر نظامی، این باعث ایجاد امنیت میشه در سراسر دنیا و جلوگیری از دسترازی کشورهایی یا حکومت‌های یاغی که میخوان بالاخره اون ثبات بین‌المللی از هم به هم بزنن. نکته خیلی کوتاه‌تر خانم آقای زاده، بسیاری از فناوری‌ها، چه فناوری‌های الکترونیکی که شما امروز می‌بینید، چه فناوری‌های بهداشتی درمانی و پزشکی، خیلی از اینها منشأ نظامی داشته. از همین تلفن‌های همراهی که داریم 35-40 سال پیش، اینها پروژه‌های نظامی بوده. دستگاه‌های جی پی اس و نقطه یاب، اینا همه پروژه های نظامی بوده و بعدن بعد از چندین و چند سال به صورت عام برای مردم به صورت استفاده در اومده و خیلی حتی از فراورده های بهداشتی و درمانی اول در آزمایشگاه ها و تحقیقات نظامی بوده. به خاطر اینم دولت و حکومت همچین قابلیت های رو داره و وزارت دفاع ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگترین منابع و از یه سازمان ها، نه فقط در ایالات متحده بلکه در دنیا، یک همچین قابلیت هایی رو داره. به خاطر من صرفا هزینه کردن برای وزارت دفاع رو به خصوص برای کشوری مثل ایالات متحده که حکومتی مشروع داره و منافعی داره تعیین شده، این رو من صرفا بد نمیبینم، ولی خب از اون طرف هم هزینه های بدی هست که میشه اونها رو کمتر کرد. شما در صحبتتون اشاره کردید به بخش های بهداشتی و درمانی در واقع نیروهای نظامی و امنیتی. یه بحثی مطرح شد از طرف آیت الله خامنه ای در مورد اینکه اصلا ممکنه که کار خود آمریکایی ها باشه این قضیه کرونا، که البته هیچ کس دیگه ای در واقع هیچ مدرکی در این باره ارائه نکرده که هیچ بشری این رو تولید کرده باشه، ولی چقدر ممکن هست که در واقع لابراتوارهایی که کارهای امنیتی و نظامی میکنن دست به چنین کارهایی بخوان بزنن؟ ببینید، اینکه بخوام به صورت عمدی همچین چیزی رو نشت کنن، این از اون حرفایی است که بالاخره رأس نظام جواب خیلی خاصی هم نداره، باید فقط بهشون گفت دروغ چرا تا قبر از این حرفای داج ناپلئونی است. و از اون طرف هم بحث تبلیغات داخلی است، بالاخره ایشون مستمعین و طرفدارایی دارد هم در داخل و هم در خارج، که اونها عرض کنم بحضور شما که از این جور چیزها بسیار لذت میبرن و خیلی ارزم به حضور شما موافقین هستن و توطئه های آمریکایی و توطئه های ضد جمهوری اسلامی و ضد اسلام و مسلمین. ولی این که احتمال داشته باشه که بالاخره در تحقیقات نظامی از ویروس های مختلف، از باکتری های مختلف، از چیزهای مختلف استفاده بشه، نه فقط برای تولید سلاح، البته خب این من هست تولید و گسترش سلاح های بیولوژیکی و سلاح های شیمیایی، بلکه برای پیدا کردن پاتن‌های اینها، که اگر مثلا کشوری دیگری به این دستیافت چجوری بشه این رو درمان کرد، یا یعنی اینکه اگر یه همچین پندمیکی ایجاد بشه در دنیا چجوری بشه با این برخورد کرد. در مجموع مسئله اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی و تا حدی هم چین و کشورهایی که بالاخره با ایالات متحده یا رقابت دارن یا تضاد، سعی دارن میکنن که در انداختن همچین تئوری‌های توطئه‌ای تا حدی هم کارساز هست، چون برای تو معمولا برای توضیح دادن مسائل بسیار 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 پیچیده، جواب‌های خیلی خیلی ساده معمولا کار میکنه. مثلا داعش از کجا آمد؟ آمریکا درست کرد. 11 سپتامبر چی شد؟ بوش کرد. یا مثلا شاه چجوری برکنار شد؟ همه نشستن تصمیم گرفتن و اونها برکنارش کردن. بالاخره پاسخ‌های خیلی 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 ساده برای توضیح دادن به عوام در مورد مسائل خیلی پیچیده بین‌المللی و حتی پزشکی. کرونا از کجا آمد؟ توطئه غربی هاست. متشکرم آقای آرامش. من میخوام اینجا از شما خداحافظی بکنم. خیلی ممنون که وقتتون رو دادید به این برنامه. یه مشکلی که کرونا برای ما ایجاد کرده این هستش که به لحاظ تکنیکی ما نمیتونیم 4 مهمان رو به شکل همزمان در برنامه داشته باشیم. میدونم که شما هم صبحتون هست و کارهای دیگه تون رو رها کردین به این برنامه پیوستین. ممنونم که تشریف آوردین در برنامه. آرش آرامش ازتون خداحافظی میکنم. برای اینکه با آقای سعید محمودی همراه بشیم، استاد
قوانین بین الملل هستند آقای محمودی، تا ایشون وصل بشن به بحث اجازه بدید از یک پژوهشگر حقوق بین الملل دیگه بپرسم. میخوایم یه مقدار این از اینجا به بعد بحث رو ببریم روی قضیه در واقع کمک هایی که آمریکا دائم صحبتش رو میکنه و ایران هم دائم میگه من به اونها احتیاجی ندارم. فکر میکنید دلیل اصلیش چی هست آقای اسدی زیدآبادی؟ چرا ایران اینقدر اصرار داره که به خصوص از آمریکا، حالا قبلا از پزشکان بدون مرز هم خواست که ترک بکنن خاک ایران رو و اون بیمارستانی که داشتن میساختن رو نیمه کاره رها کردن، ولی چرا از آمریکا حاضر نیست کمک قبول بکنه؟ خب ببینید، من فکر می‌کنم که این رو به هر حال هم توی گفتید در حقوق بین الملل ما نگاه می‌کنیم، به یکی از منابعی که نگاه می‌کنیم اظهارات و بیانات مقامات رسمی کشورها هست. وقتی که در ایران این گمانه مطرح میشه که ممکنه که این در واقع توطئه‌ای باشه از طرف نیروهای متخاصم با ایران، نیروهای رقیب با ایران، طبیعیه که همونجوری که آقای خامنه‌ای هم فرمودن در واقع نمیشه انتظار داشت که اونا حالا بیان و درمان کنن. بنابراین این سر و ته حرفشون به یه جوری با هم میخونه. از طرف دیگه اینه که خب ایران هم اعلام کرده که میخواد به آمریکا کمک بکنه و شما دیدید که برخی از این نیروهای بسیجی وسایل رو تولید کرده بودن یا مواد غذایی رو آماده کرده بودن که برای آمریکا ارسال کنن. در واقع هر دو میدونیم که هر دو اینها یک در واقع بازی تبلیغاتیه، یک بخشی از حالا ممکنه بهش بگیم دیپلماسی عمومیه که در رسانه ها انجام میشه. ایران بالاخره کشوریه که الان داره میگه که، یعنی به یه معنی 40 ساله شاید هم بیشتر، که خیلی خودکفایی براش مهمه، همیشه در شعارها استقلال مهمه و به ویژه در این 3-4 دهه اخیر تقابل با آمریکا خیلی مسئله بوده. ما برخلاف گمانهایی که زده میشد که شاید برجام بتونه یک این دیوار به اصطلاح بی‌اعتمادی معروف بین ایران و آمریکا رو برداره، دیدیم که حتی برجام و قدم زدن‌های طولانی وزرای خارجه ایران و آمریکا هم نتونست که این کار رو انجام بده و این بی‌اعتمادی رو رفع بکنه. به هر حال این کمک‌ها طبیعیه و همه قوانین بین‌المللی از دولت‌ها دعوت می‌کنن که به ویژه برای اینکه این از طرف سازمان‌های بین المللی غیر دولتی یا اون چیزی که ما ازش به عنوان جامعه مدنی بین المللی یاد میکنیم، اینه که به هر حال امکان رو برای جابجایی اینها و کمک به اینها به ویژه در شرایط بحران داشته باشن. خب حالا البته ممکنه که مسئولین ایران معتقد باشن که نیازی به کمک ندارن، خب به هر حال اون رو باید در صحنه عمل دید که آیا واقعا نیاز به کمک هست یا نیست، و توجه کنیم که خیلی از این کمک ها هم لزوماً کمک هایی برای عرض کنم خدمت شما تخت و دستگاه تنفس و اینها نیست. این تبادل اطلاعات بین پزشکان دو طرف و همطور که گفته شده متخصصان گفتن که کرونا هم یک ویژگی های هر روز عجیب غریبی هم داره از خودش نشون میده و شاید در مناطق مختلف، این همکاری بین المللی یک اصلیه که در واقع حقوق بین الملل جدید خیلی برش تاکید داره، اصل همکاری. اما خب به هر حال ظاهرا در روابط ایران و آمریکا همون در واقع قواعد زور و حالا عامیانش قانون جنگل و اون چیزی که به عنوان رویارویی به جای همکاری و تقابل به جای تعامل در فهم سنتی از حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل هست، ظاهرا در روابط این دو کشورها این خیلی جدیتر نگاه میشه بهش تا اصل همکاری. خانم امان، این بحث که به هر حال بحث
تحریم ها ایران رو دچار مشکلاتی کرده. قبلا وزیر خارجه ایران بارها این رو گفته که این به نوعی میتونه نسل کشی باشه، برای اینکه ایران درگیر تحریم هست و نمیتونه اون امکانات لازم رو داشته باشه. اما از طرف دیگه میبینیم که ایران مثلا در همون نیروهای نظامیش میان یه سری تولیدات بهداشتی دارن که میگن که اصلا ایران نیازی به کمک های دیگران نداره. چقدر اینها به نظر شما شعار هست؟ چقدر اینها واقعی هست؟ چقدر واقعا کشورها در یک همچین شرایطی میتونن مستقل و بدون کمک همدیگه کارشون رو پیش ببرن؟ خب ببینید، متاسفانه اون چه که در ایران میشنویم درباره اون دستگاه بسیار ویروسیاب، یا اینکه ما الان در اگه کسی میخواد صادر کنیم وسایل یا امکانات پزشکی، اینها که بیشتر در حرف هست واقعا. اما اجازه بدید من یک نکته رو در مورد اون تحریم ها بگم. ببینید، استدلال کسانی که موافق فشار حداکثری بر ایران هستند این هست که خب ایران تمام منابع مالی رو صرف اینجا اونجا نیروهای نیابتیش میکنه و این پول رو میتونه در ایران خرج بهداشت عمومی و مبارزه با پاندمی کرونا بکنه. واقعیت این هست که حتی پیش از جریان کرونا بخش بهداشت عمومی، نظام بهداشتی ایران اصلا آسیب دیده بود. چرا؟ یکی اینکه از همون سال 2018 قبل از اینکه تحریم‌های همه جانبه آمریکا اعمال بشه و مثلا آمریکا به طور قطعی از برجام بیرون اومده باشه، با بالا گرفتن این تنش‌ها و جنگ لفظی میان ایران و ایالات متحده، شرکت‌ها و بانک‌های به اصطلاح غرب چه در اروپا چه در آمریکا سعی کردن مناسبات خودشون رو با ایران یه مقدار محدود کنن تا حالا بعدها به اصطلاح مورد تلافی ایالات متحده قرار نگیرن. مثلا همون موقع نزدیک 100 میلیون دلار فرض کنید صادرات اروپا، صادرات دارویی، اقلام دارویی، کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی به ایران کم شده بود، حتی قبل از اینکه، حتی در زمان پیش از کرونا. حالا بعد یک مقدار رگولیشن های تحریم ها هست که معلوم شد خب بسیاری از اقلام دارویی اصلا دارویی محسوب نمیشه بر اساس اون مقررات. مثلا فرض کنید آمبولانس جزوش نیست، دستگاه های استریلیزه کردن مواد وسایل پزشکی جزوش نیست، بسیاری از مثلا تولیدات بیوشیمی که برای حالا این مصارف دارویی لازمه اینا جزوش نبود. پس به هر حال منظورم اینه که نظام دارویی پزشکی، نظام بهداشتی ایران تا قبل از، به خاطر تحریم ها اتفاقا قبل از کرونا هم ضعیف شده بود و واقعا تحریم ها به هر حال تاثیر فوق العاده زیادی گذاشتن. این هم که ما الان احتیاج نداریم، خودمون همه چی داریم، اینا هم واقعا بخشی از همون تناقض‌گویی که همدردی بین المللی هم که در اروپا و جاهای دیگه با ایران ایجاد شده بود به واسطه این تحریم ها داره یواش یواش از بین میبره. من نمیدونم که چطور مسئولان یک کشور در شرایط بحرانی و به اصطلاح فلاکتباری مثل الان، منظور حالا فلاکتبار فقط در مورد ایران نیست، از نقطه نظر جهانی، میتونن واقعا غیر مسئولانه، اینطور غیر مسئولانه عمل بکنن. خوشبختم که بگم که آقای سعید محمودی استاد روابط بین الملل از استکهلم الان دیگه با ما هستند. آقای محمودی خیلی خوش آمدید به برنامه. من میخوام خیلی صاف این سر اصل موضوع در مورد پذیرش کمک یا اهداء کمک در شرایط اینچنینی قوانین بین الملل چه میگن؟ پروتکل های بین المللی چیست؟ عرض که به طور کلی تا جایی که مربوط به مسائل مربوط به بهداشت بین المللی میشه، ما یک معاهده جهان شمول داریم، همون مقررات بین المللی بهداشت که در داخل سازمان بین المللی بهداشت تهیه شد و اولین نسخهش هم در 1955 در واقع آماده شد. یک سند از نظر حقوقی، یک سند لازم الاجراست و تمام کشورهای دنیا، یعنی 196 عضو هم به این پیمان پیوستند و همشون از نظر حقوقی ملزم به اجراش هستند. این پیمان چندین بار تا حالا در واقع تجدید نظر شده و آخرین بار در 2005 نسخه که الان
مطرح هست مربوط به 2005 و بعد از بیماری سارس که در همون 2 سال قبلش خیلی ها رو کشته بود در واقع تجدید نظر شد درش و یه بخش عمده این پیمان هم مربوط به همین مسائل مربوط به بیماری های به اصطلاح واگیر جهانی است، بیماری هایی است که از یک کشور بیشتر ممکنه تسری پیدا بکنه. وقتی این مقررات رو مطالعه میکنیم، البته من اینو باید عرض بکنم که معمولا پیمان های بین المللی وقتی تعداد اعضاشون در این حد، یعنی همه کشورهای دنیا عضوش هستن، طبیعی است که محتویات از نظر حقوقی دقیق و محکم و ضمن که لازم الاجراست ولی خیلی کلیگویی است، مطلب خیلی دقیق نیست. و در این مورد هم همینه، مثلا اصل کمک بین المللی که وقتی همچین مواردی پیش میاد همه کشورها موظف هم به همدیگه کمک بکنن، ولی توجه اصلی این پیمان به این مسئله است که کشورها، در واقع بیشتر پیمان به این مقصود است که کشورها موظف هم وقتی یک بیماری واگیر در هر جایی در داخل سرزمینشون یا حتی خارج از سرزمینشون پی میبرن، اینو باید فوری به سازمان بهداشت جهانی اطلاع بدن که در واقع در اونجا عملیات هماهنگ صورت بگیره. هیچ در جواب مشخص سوال شما من باید بگم که جز یک وظیفه خیلی کلی همکاری و کمک به همدیگه چیزی در این پیمان نیست و اینکه امریکا کمک بکنه یا نکنه به ایران یا ایران تقاضای کمک کنه یا نکنه به نظر من مسئله نقض این معاهده نباید محسوب بشه. به هر حال صحیح. و در مورد نپذیرفتن کمک چطور؟ آیا نپذیرفتن کمک اصلا مطرح شده در این قوانین؟ نه. وقتی در واقع الزامی به دادن کمک نیست طبعا مسئله نپذیرفتنش اصلا مطرح نخواهد. از این نظر میپرسم که بسیاری الان در ایران بحثشون این هستش که شما با یک حکومتی طرف هستید که به خاطر نگاه ایدئولوژیکی که به قضایا داره، حالا قبل از این آقای اسدی زیدآبادی هم تا حدی بحث رو توضیح دادن، به هر حال تضاد و مقابله با آمریکا باعث شده که تصمیماتی که حکومت ایران میگیره به این شکل باشه که چنین کمکی رو نپذیره. اما ممکن هست که جان بسیاری از افراد در ایران نیازمند رسیدن این کمک ها باشه، اون وقت آیا قوانین بین المللی هیچ دخالتی باز هم نمیکنه؟ نه، به نظر من نه. مفهومش این است که اگر در نهایت با این اصطلاحی که شما فرمودید بعضیا میکنن، مفهومش این است که دولت ایران مقصره که برای تلاش کافی رو برای نجات جان اتباع خودش نمیکنه. ممکنه اینجور باشه ولی نه به خاطر اینی که از امریکا تقاضای کمک نمیکنه. اگر به کلی هیچ تقاضایی رو نپذیره، مثلا یک اصطلاح دیگه که من امروز خوندم، یک کسی استدلال کرده بود راجع به همین در واقع پزشکان بدون مرزه که سعی کردن کمک کنن، ایران ابتدا پذیرفت ولی بعد رد کرد و اینکه استدلال ایران به چه دلیل بود. به نظر من مشکل هم در مورد امریکا هم در مورد پزشکان بدون مرز و سایر موارد این است که، یعنی دو چیزه، یکی این که ایران به طور کلی از، یعنی جمهوری اسلامی در واقع از بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی به طور کلی با یه سوءظن بسیار شدید به هر مسئله‌ای که مربوط به غربه نگاه میکنه، با بدبینی و سوءظن. در نتیجه این پایه‌ای است در همه زمینه‌ها، نه تنها در این زمینه. همیشه فکر می‌کنه یه کاسه پشت نیم کاسه هست اگر از غرب پیشنهادی بیاد. و بعد مسئله دوم که در این مورد به خصوص مشکل ایجاد کرده، دولت فعلی امریکاست که رئیس جمهور امریکا و دستگاه اجرایی امریکا نه به خاطر ایران و نه تنها از دیدگاه ایران بلکه کلن از دیدگاه خیلی کشورهای دیگه، حتی یاران نزدیک امریکا، یه دستگاه اجرایی غیر قابل پیشبینی، غیر قابل اعتماد و دستگاهی است که شما نمیتونید رو هرشون حساب بکنید. بنابراین به همین دلیل ایران، من فکر میکنم لااقل در مورد امریکا علت اصلیش این بوده. بله متوجه علتش هستم، ولی میگم آیا ممکن هست که مثلا نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری بتونن در این زمینه وارد بشند و کاری بکنن؟ من خیلی بعید میبینم، به خاطر اینکه ایران به هر حال از خیلی جای دیگه کمک رو پذیرفته. صحیح. از چین، از نمیدونم روسیه، از جای دو کشورهایی که از دیدگاه خودش دوسته و بعدم توانایی‌های داخلیش کم نیست نسبت به کشورهای اطرافش.
این است که نمیشه گفت که در واقع جان مردم رو به خاطر این به خطر انداخته که از امریکا هیچ کمکی رو نمیپذیره. به همین دلیل استدلال قوی نیست از نظر رعایت حقوق بشر که بشه ایران رو در واقع مسئول دونست از این دیدگاه به نظر. و چطور آیا میشه امریکا رو، چون الان استدلال دیپلمات‌های ایرانی، استدلال سیاست خارجی ایران کلاً این هست که آمریکا با وضع تحریم‌ها جان ایرانی‌ها رو به خطر انداخته، نه با تحریم دارویی، برای اینکه میگه آمریکا تحریم دارویی نیست، ولی به خاطر اینکه به هر حال به دست آوردن خیلی از چیزها برای ایران سخت شده در این راستا. این استدلالی بود که صدام حسین هم در سال 1995 در مورد تحریم‌های که علیه عراق مطرح شد بیان کرد و در اون مورد کاملا صحیح بود. تعداد زیادی اطفال و افراد مسن واقعا مردن به خاطر که دوا قحط شده بود در عراق، ولی در داخل سازمان ملل متحد هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی مسئله مطرح علل اصول نشد در شورای امنیت یا در جاهای دیگه و به همین دلیل به جایی هم نرسید. من گمان نمی کنم که لااقل از نظر عملی ممکنه استدلال شما بکنید که این کار امریکا نتیجهش این بوده، ضمن اینکه به هر حال از نظر حقوقی وقتی شما میگید من یه صدمه دیدم باید ارتباط رو هم نشون بدید که واقعا به خاطر تحریم‌های امریکا این همه آدم در ایران مردن یا نه، و این نشون دادنش کار آسونی نیستش یا عوامل دیگه بوده، ولی حتی اگه اینم بتونید نشون بدید من گمان نمی‌کنم از نظر عملی این استدلال به جای برسه. آقای زیدآبادی، من دیدم که در ایران یه عده‌ای از کسانی که به هر حال پیگیر مسائل سیاسی هستند، همینطور پیگیر مسائل حقوق بشری، ارتباطی داشتن، صحبت می‌کردن در مورد تحریم و استبداد، یک بحثی که این نگرانی که استبداد در واقع چه تأثیری در ادامه تحریم داره، یا اینکه آیا میشه این دو رو به هم ربط داد. شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ اگه بتونید خیلی کوتاه در 2-3 دقیقه بگید، چون وقت برنامه محدود است. بله، من فکر می‌کنم که این دو مسئله رو خیلی نمیشه در مقابل هم قرار داد، گرچه بخشاش اساسا شبیه به هم هست. یعنی رویکرد تحریم در جامعه بین‌المللی هم به نوعی میشه گفت که یک نوع استفاده از همون منطق استبداد هست، که شما یک حرفی رو به هر حال به یک حکومت دیگه‌ای با وجود همه مسائلی که در داخلش داره بخواید از طریق زور. ببینید، زور در حقوق بین‌الملل دو تاست دیگه، یکی همین تحریم هاست، یکی جنگه. جنگ که دیگه الان از 1945 به این ور ممنوع در دنیا و تنها وسیله ابراز توسل به زور که اون هم از طرف نهادهای حقوق بشری کاملا هر نوع تحریمی رو ما میدونیم که مخالف حقوق بشر میدونن. چون که ببینید، اون چیزی که مقابله میکنه با استبداد و ایجاد میکنه زمینه های آزادی خواهی و تعمیق و گسترش دموکراسی، تجارت آزاد هست، ارتباط بین مردم کشورها هست. یعنی شما اساسا دولت‌ها رو بذارید کنار، اگر ما فرض بکنیم که یک کشوری و مردمان یک کشوری و کشورهایی بخوان از یک وضعیت غیر دموکراتیک به دموکراتیک در واقع گذار بکنن، حتما تجارت آزاد، روابط بین بازرگانان، دانشمندان و در واقع اشخاص غیر دولتی و در وهله بعد دولتی، این کمک رو میکنه که اون چیزی در واقع تمامیت خواهی نتونه در کشور رو ببنده. اون چیزی که به عنوان استبداد ازش یاد میشه، در هر جایی اولین کاری که میخواد بکنه اینه که در کشور رو ببنده، در خونه رو ببنده، حالا بیاد تو ببینه که مثلا میخواد با هر کسی چیکار کنه، کیو میخواد تنبیه کنه. بله. اگر منطق تحریم هم همین هست که اون یه قفلی هم اون از اون ور در بزنه، دیگه من فکر میکنم که یه جوری جفتشون میتونن با هم دیگه تفسیر بشن. متشکرم آقای زیدآبادی، آقای اسدی زیدآبادی از تهران، آقای دکتر محمودی از استکهلم و خانم امان از واشنگتن. ممنونم از هر سه شما، متشکرم که در این بحث شرکت کردیم، و ممنونم از شما که با صفحه آخر هفته همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 9 شب تهران. شب روزتون خوش.